دوستای عزیز، اسلام حقیقی را وقت درک میکنیم که غبار بدعت و نواوری های منفی و غلطی که روی آینه صفای اسلام قرار گرفته، به این خاطر به ادامه او درس گذشته ما باز هم درس بدعت شناسی را خدمتان تقدیم میکنم. خلاصه درس گذشته ما این بود که ما به خاطر شناخت بدعت در درس گذشته گفتیم که بدعت یکی در لغت است که بدعت لغوی او را میشه که بدعت حسنه هم بگوییم، یکی بدعت یا نوآوری در وسایل بود که ما میتونستیم در وسایل زندگی خود چی کنیم، نوآوری بکنیم. مثلا سابق حاجی ها توسط حیوانات میرفتن و فعلا حاجی صاحب ها توسط طیاره میرن، یا درس ها سابق توسط
بلک بورد، حالا فعلا توسط وایت بورد یا توسط پروژکتور، توسط کامپیوتر درس‌ها داده میشه و این یک نوآوری مثبت از دیدگاه دین مقدس اسلام است. در دومیش گفته بودیم که بدعت و نوآوری دیگه که بود در سیستم زندگی است. مثلا در سابق مردم زندگی معمولی داشتن، حال میشه که در زندگی خود انسان نوآوری بکنه، مثلا در خانه چند منزله زندگی بکنه، در از وسایل خوب و لوکس مثلا به عوضی که لباس کت دس ششته شوه، لباس توسط ماشین و همه چیز. این بدعت یا نوآوری در سیستم زندگی. و سوم قسم گفتیم که نوآوری در زنده ساختن یک سنت، مثل که گفتیم بعضی از سنت ها هست که امروز در جهان فراموش شدن. این سنت ها، سنت نامگذاری، سنت عقیقه، مثلا عوض سنت عقیقه بدعت شو و شش آمده. یک کس دوباره این سنت عقیقه را که مثلا دو گوسفند برای یک پسرک و یک گوسفند برای دختر باید ذبح شوه، این سنت ها را اگر کس زنده میکنن این را هم بگیم که یک نوع نوآوری کرده در زنده ساختن سنت ها، که یا در جمله سنت های بدعت های حسنه یا نوآوری های حسنه هستند که صرف در لغت به این مفهوم هستند. قسم دومش گفتیم که بدعت های اصطلاحی هستند، که این بدعت های اصطلاحی غالبا نوآوری در دین است. بدعت اصطلاحی را ما مطلقا که در شریعت اسلامی میگن که چیز نوی را در دین داخل کردن، این بدعت میگن. و پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفته که کل بدعت ضلاله، هر نوآوری در دین این گمراهی است. این بدعت ها را تو حساب گرفتیم که اول در جمله بدعت های اصطلاحی اختراع یک عقیده جدید است، مثل که مسیحی ها کسی به نام پالس یا شاول ترتوسی بعد از حضرت مسیح علیه السلام ای ظهور کرد و ای یک یهودی متعصب بود که عقیده پسر داشتن خدا و عقیده صلب مسیح و عقیده سه خدایی را اختراع کرد و این در جمله بدعت های بسیار خطرناک است. در جمله بدعت های عقیدتی همچنان گفتیم بدعت واسطه گرفتن به خداوند، چون خداوند ذات صمد است و صمدیت خداوند متعال جل جلاله تقاضای از این میکنه که انسان نباید به خداوند واسطه بگیره و این خداوند نباید مثل پادشاه های دیگه فکر کنیم که دیگه پادشاه ها ضرورت به رئیس دفتر دارن، ضرورت به سکرتر دارن، ضرورت به وزیر دارن و وقتی که ما میخواییم پیش از او پادشاه بریم از طریق از اونا باید بریم. کسی که خدا را مثل دیگه پادشاه ها فکر میکنه مشکل عقیده برش پیدا میشه و خداوند ذات صمد و بی‌نیاز است از این واسطه ها، از گرفتن سکرتر و از گرفتن کسی که مثل وزیر یا نماینده و سفیر از او باشه. بنابراین وقتی که یک بنده خداوند عبادت میکنه، خداوند متعال میگه اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، اگر بنده های ما در مورد ما صحبت میکنن یا سوال میکنن از تو ای پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا تو ای مسلمان یا ای تو کسی که قرآن عظیم شان را مطالعه میکنی، فإنی قریب، ما به بنده خود بسیار نزدیک هستم. بنابراین علما در اسلام نقش واسطه را بازی نمیکنن، علما در اسلام اینا مثل علمای دیگر بخش هاست. عالم بیولوژی علم بیولوژی را تشریح میکنه، عالم ساینس ساینس را تشریح میکنه، عالم انجینری انجینری را تشریح میکنه، عالم شریعت شریعت و دین خدا را صرف توضیح و تشریح میکنه. اما بین خدا و بین بنده این واسطه قرار گرفته نمیتونه، به خاطر از اینکه ما نمیفهمیم که تو به خدا نزدیک هستی یا من. میشه که یک انسان بسیار ضعیف
و یک انسان بسیار ناتوان و بیچاره پیش خداوند مقام و منزلتش از یک عالم بسیار بزرگ کده بیشتر و زیادتر باشه. بدعت دیگه، بدعت استعانت یا کمک خواستن از غیر خدا. در قرآن عظیم الشان ما شما میخوانیم که ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدای خاص تو را عبادت میکنیم و خاص از تو کمک میخواییم. بنابراین بگیم که در هر مشکل خود چرا بگیم خدایا یا الله یا الله. پولس ترتوسی، امو پولس یا شاول ترتوسی، مردم گفت که شما به عوض یا الله یا مسیح بگوین، یا عیسی بگوین، یا مریم بگوین، اینا را به عوض نام خدا، نام مخلوق. درست است حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر خداست، حضرت بی بی مریم شخصیت بسیار بزرگواری در تاریخ اسلام تیر شده، کرامت بسیار بزرگ داشت که میوه های تابستان در زمستان برش آورده می شد، میوه های زمستانی در تابستان در خدمتش تقدیم می شد. ولی ما حق نداریم که از بی بی مریم کمک بخواییم، یا حق نداریم از حضرت عیسی مسیح کمک بخواییم. به می شکل ما حق نداریم که از حضرت محمد صلی الله علیه وسلم کمک بخواییم. چرا؟ ما میگیم که ایاکه خاص تو را پروردگارا نستعین، کمک میجوییم. به می شکل بدعت عقیدتی دیگه، بدعت مقدس دانستن درخت هاست. در اسلام درخت مقدسی وجود نداره. و قصه ذات انوات یک درخت بود که مشرکین او درخت مقدس قرار می دادن، می رفتن از زیر ریشه های از او و از شاخه های درخت از او و از او کمک و او را یک سلسله بعضی از خودسیت ها را بر از او قائل بودن. بعضی از اشخاصی که مسلمان شده بودن ولی ایمان در قلب از اونا درست جایی نگرفته بود و یا ایمان درست نمی فهمیدن، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفتن که بر ما هم مثل ذات انوات از اونا یک ذات انوات تعیین کو، درختی که ما هم امی مراسمی که بت پرستا دارن ما هم مشابه از او در اسلام داشته باشیم. پیغمبر صلی الله علیه و سلم برشان گفت که این گپ غلط است، شما اونمون تقاضاهای منفی را که بنی اسرائیل از حضرت موسی می کردن شما هم می خواهید که شبرن شبرن یا شبرن به شبرن بلست به بلست به اونا خدا نزدیک بسازین. در اسلام ولقد کرمنا بنی آدم گفته شده، کرامت انسان داره. وقتی که تو به یک درخت بری پناه جویی و یا سر سجده به درخت پایین بکنی، در حقیقت کرامت خدا از دست دادی. بنابراین کرامت درخت پیدا کرد نه تو. از این خاطر در دین مقدس اسلام حتی روایات است که در زیر درختی که بیعت الرضوان صورت گرفته بود، او درخت هم بعضی ها فکر می کردن که به خدا این درخت مقدس است که یک پیمان مقدس در زیر زی اجرا شدن، لکن صحابه مبارک این درخت با تبر توته توته کردن دوست انداختن که این قدسیت حاصل نکنن. و حضرت ابن سیرین میگه که از یک جای تیر میشدیم، بعضی مردم میگفتن که ای اونو مسجد نشان میدن، میگفتن ای مسجد است که اونمو درخت در اینجا بود. یک کس میگه صحابه گفت که ما یک سال بعد اون درخت نمیشناختیم، شما آمدین 40 سال بعد جای زوره میفهمین. معلوم میشه که صحابه کرام به اون درخت ارزش قائل نبودن. چرا؟ قدسیت در اسلام صرف به ذات ذوالجلال، نه به کسی دیگه. بدعت لنگر نمودن زیارت ها، امروز این بدعت در بین مسلمان ها رواج پیدا کردن. در قبرستان ها و در مرقد های بعض شخصیت های صالح تندور جور میکنن، نان پخته میکنن، دیگ پخته میکنن به نام لنگرها. این اصل در اسلام نداره.
اسلام الیوم اکملت لکم دینکم، در این روز تکمیل شدن. بناهن هر پدیده جدیدی در فایل های اسلامی مخالف الیوم اکملت لکم دینکم میشن، کمال دین مورد سوال قرار میتن و حتی کسانی که از دین بی خبر هستن با دیدن این خرافات از دین مقدس اسلام متنفر میشن. بناهن ما بنام لنگر گرم کردن به شخص در دین مقدس اسلام در عقیده اسلامی نداریم. بدعت بوسیدن دروازه ها، دیوار ها و قلف های بعضی از زیارت ها، این هم جزء عقیده بعضی از کسایی شده که از خدا پناه می جوییم و برای اوت انسان ها از خدا هدایت می خواهیم. برادر، قلفی که در زیارت است او قلف چینایی است، هیچ قدسیت ندارن. دروازه که هست او دروازه چوبی است و یا دیوار چوبی، دیوار گل و سمت است. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه در مقابل حجر الاسد استاد شد با اونم ایمان قویه که از دانشگاه رسالت یاد گرفته بود. حضرت عمر برای مردم، برای خطاب به حجر الاسد گفت که ای سنگ سیاه، من میفهمم که تو هیچ نفع و ضرری به من رسانده نمیتونی، تو یک سنگ سیاه هستی، تو هیچ چیز کرده نمیتونی. قسم به خداست که اگر رسول خدا تو را بوسه نمیکرد، من هرگز تو را بوسه نمیکردم. ولی از اینکه تو سنگ جنت هستی و پیغمبر خدا به خاطر که تو از دنیا آمدی تو را یک بوسه کرده، من به این خاطر تو را یک بوسه میکنم، اما به یقینه که تو هیچ نفع و هیچ ضرری به کس رسانده نمیتونی. بدعت خوردن خاک قبرها، ببینین چقدر انسانها ضعیف میشن، بالاخره میرن به نام خورده خاک قبرستان میخورن. این در دین نیست، این ضد دین است. این مردم علاقمند دین نمیسازه، مردم از دین متنفر میسازه. خاک در اونجا با یک سلسله از میکروب ها و ویروس های مادی مختلط است. در پالویزی این خاک با ویروس های عقیدتی نیز مختلط است که نباید با خوردن ات خاک ها هم جسم خود و هم عقیده خود متزلزل ساخت. بدعت ذبح کردن حیوانات برای اشخاص صالح باشه و یا طالح، ذبح حیوان و قربانی کردن صرف به ذات خداوند متعال جل جلاله است. اگر کسی حیوانی را به شخص و به زیارت و یا به مرقد میبرد، در حقیقت مشابهت پیدا کرده با اونمو بت پرستایی که برای بت‌های خود قربانی میکرد. در دین مقدس اسلام به هیچ شخصی ولو پیغمبر باشه ذبح کردن حیوان جایز نیست. بدعت اسپند کردن، اسپندود کردن، این بدعت است که در مسیحیت وجود دارد و غالبا کشیشای مسیحی با اونم قوطیه که اسپند خود در کلیسا میره. شما هیچ وقت ما را ندیدین که با قوطی اسپند آمده باشیم در مسجد. خداوند ما را از این گپا نجات بده. پس وقتی که این کار نیست، پس اسپندود کردن و وقتی کسی ببینین وقتی انسان در جنازه میره، جنازه میخونه، به اندازه کوی احد بر از او اجر داده میشه و وقتی که در قبرستان او را دفن میکنه به اندازه کوی احد در او اشتراک میکنه بر از او اجر داده میشه. این حال پس که او میایه، آیا قبرستان جای کثیف بود کی رفته بود را اسپند بکنیم که پس پاک شود؟ عقیده است مخالف عقیده اسلامی. اسپند در اسلام نیست و اسپندودها کسانی هستند که جوانای عاطل و باطل که هیچ پیشه و وظیفه ندارن، بار دوش جامعه هستند، میخوان از این طریق منفی بر خود کسب معاش بکنن و نباید ما مسلمان ها به این خرافات خود مبتلا بکنیم.
بدعت مقدس شمردن بعضی از مهره ها. بسیاری زن ها عادت دارن که بعضی از مهره ها را در سر باربند طفلای خود بند میکنن و میگن این نظر بند است. و اگر نظر بند می بود نامش موره نمی بود. این موره و موره پرستی عادات قدیمی بود که در بعضی از کشورهای ما قبل اسلام این رواج ها وجود داشت. نباید خدا مثل که دکتر علی شریعتی میگه انسان ها همواره از توتم گرفته، از مهره گرد و قرمز رنگ و خوش رنگ گرفته به اسم فتیشیسم، از روح جدش گرفته به اسم انیمیزم، از اشیای طبیعی گرفته، از ستاره ها گرفته و از بعضی درخت ها گرفته، از رب الانوا گرفته، از یک تکه سنگ گرفته، همه اینها را می پرستیده اند و مجسمه می ساخته و پرستش می کردن و تمام مدت عمر را در راه آنها فداکاری می کردن، بلکه خون خودش را به سادگی می دادن. در کتاب جهان بینی و ایدئولوژی تألیف دکتر علی شریعتی، صفحه چاپخانه حیدری ایران، صفحه 44 و 45، بناهن این اعتقادات مهره پرستی و این اعتقادات مهره های قرمز رنگ و خوش رنگ، این اعتقادات است که در اسلام نیست. اسلام عزیز را باید از این کثافات دور ساخت. بدعت نظر کشمش نخود، این بدعت هم در بین مسلمان ها رواج پیدا کرده. کشمش نخود جمع میکنن و یک تعداد از انسان های کشمش نخود خور به خاطر که بر خود راه پیدا کنن از این استفاده میکنن و برام بدعت مشکل کشا و فلانی از این استفاده میکنن. مشکل کشا و حاجت روا در دین مقدس اسلام صرف ذات الله جل جلاله است. هیچ کس نمیتونه که مشکل هیچ کسی را حل بکنه بجز خدا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. آه بر کسانی که در نماز خود ایاک نعبد و ایاک نستعین میگن و خارج از نماز بر ضد ای تعهد خود با خدا اعمال را انجام میدن. بدعت گذاشتن موی اطفال برای نظر، این بدعت دیگه. موی یک اشتوکه ببینی که دراز یک و نیم متر ماندن و اشتوکه های دیگه او را کش میکنن، این موی ازیره من نظر مانده ایم که باز هر وقتی که گوسفند کشتم باز این موی ازیره قطع میکنم. در کدام کتاب، در کدام حدیث تعالی شعره اما یصفون؟ به این شکل که قبل از اسلام بعضی از پیروان حضرت ابراهیم علیه السلام شیطان گمراه کرد و برشان گفت که با لباس طواف نکنین که لباس هایتان شد کچتل است. اینا را لچ ساخت. به این شکل که شیطان حضرت آدم و حوا را لغزاند و بالاخره اونا را از لباس عفتی که خداوند بر ازنا پوشانده بود محروم ساخت، باز هم شیطان ها میخوان یا انسی و جنی که ما را از این لباس پاک و صاف عقیده دور بسازن. پس نباید یک مسلمان به این غبارها اعتقاد کنم. خب از اختراع اعتقادات میم به دوم، اختراع عبادت های جدید. بعضی از عبادت ها شامل اسلام شدن و بعضی از فرهنگ پرست ها نه خدا پرست ها. اینجا ما در کشور خود هم فرهنگ پرست ها داریم که در آروسی و مرده خود بجز از کلمه رواج و کلمه فرهنگ، کلمه خدا در زبانشان نیست. این فرهنگ پرست ها یک سلسله از عادت های فرهنگی و رواج ها را آورده و جزء عقیده اسلامی کردند که دین مقدس اسلام از این اعتقادات کاملا بری می باشه و از این عبادت ها. به گونه مثال بدعت الحاک خواندن. امروز وقتی کسی وفات میکنه بعضی از بدعت کارها و دایان بدعت
کاسه از الوار گذاشته و ملا صاحب مسجد مجبور می سازن که انگشت خود در داخل الوار چخ کنه و در همین لحظه الهاک بخونه. مرا هم یک وقت شاگرد مدرسه بودم، مرا بودن در یک خانه و وقت گفتن علاق بخوان، من نفهمیدم که علاق چه قسم بخوانم. خب بالاخره گفتن تو چه قسم جاهل هستی، الحاکم التکاثر رو بخوان. خب گفتم میخوانم، خواندم الحاکم التکاثر رو، گفتن نه کلکت داخل کد الوای داغ. باور بکنین وقت من او جوان بودم، کلکای بام نرم و نازک، این صاحب دلوا وقتی که چخ کردم تا آخر ازی کلک من سوخته میرفت و من الحاک خوانده میرفتم و بر متوفا دعای رفتن به دوزخ دعا می کردم که خدا در دوزخ ببرید که مرا در دوزخ داخل کردی که تزی بدعت کارایی. در کدام کتاب و در کدام سنت و در کدام حدیث و کدام صحابی مبارکی کار کردن؟ چرا دین اسلام به این اندازه به نظر مردم زشت معرفی میکنیم؟ باز 40 روز یک انسان غریب و فقیر مجبور میسازن که بر یک عالمی که مثل مواره که از 6 جای ماش دارن، پیداگری های زیاد داره، باز بر از او 40 روز نان میبرن و او هم با استفاده جویی های خود از این نان ناروا 40 روز شکم خود مبتلا به گناه میکنن. هر دو طرف در قار خدا گرفتار و فقیر بیچاره که فوت کرده و یتیم دار است، او مجبور است 40 روز به خانه یک سرمایه دار به نام دین مقدس اسلام غذا ببرند. بدعت ایدهای جدید. پیغمبر صلی الله علیه و سلم بر مسلمان ها گفت که قبلا در جاهلیت ایدهای زیادی وجود داشت به نام مهرجان و نیروز و نوروز و ایگب ها. خداوند متعال جل جلاله بر مسلمان ها 2 عید تعیین کرده که در این روز عبادت، مقدس دانستن این روزها، این ثواب داره. در این 2 روز روزه گرفتن ناروا هست، عید قربان و عید رمضان. عید دیگه در اسلام وجود نداره. اگر کسی روز دیگه را تجلیل میکنه به نام عید، در حقیقت خود گناهگار میسازه. بنابراین ما عید دیگه ای که در اون روز ما عبادتی بکنیم در اسلام وجود نداره. از فرهنگ های قدیم بعضی از روزهای باقی مانده که در اون روز بعضی از اعمال فرهنگی و رواج ها صورت می گیرن. نسبت دادن این روزها به دین مقدس اسلام نوآوری و تجدید و اضافه کردن چیزهای جدید در دین مقدس اسلام است که باید از این جدن پرهیز کنیم. بدعت روزهای مخصوص. ما در دین مقدس اسلام روزهای مشخصی داریم که روز مثلا عاشورا، و در روز عاشورا عبادت مخصوصی که روزه گرفتن در روز 10 عاشورا که سنت رسول کریم صلی الله علیه و سلم است. و به خاطر مخالفت با یهودیان، چون روز عاشورا روزی است که خداوند حضرت موسی علیه السلام از ظلم فرعون نجات داد و فرعون و فرعون صفتها و فرعونی ها و لشکرش غرق کرد، حتی یهودا این روز مقدس حساب میکردند و اونا هم روزه میگرفتند. پیغمبر صلی الله علیه و سلم گفت که شما روز تاسوعا، یعنی روز 9 محرم هم روزه بگیرین. به خاطر مخالفت با یهود و مطابقت و متابعت از بیخوشی نجات حضرت موسی علیه السلام و سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم، در روز 9 محرم و 10 محرم مسلمان ها روزه نفلی میگیرن. بعضی از روزهای دیگه که مثل روز 2 مرده، روز 3، شب جمعگی، روز 40، این روزها در اسلام هیچ قدسیتی ندارن. این بدعت هاییست که بعضی از بدعت کارا این داخل دین کردن که ما اصل بر از این چیزا در شریعت نیافتیم. از این خاطر این روز 2 و روز 3 مرده و خصوصا خوردن نان در این روزها و شکم خود تحمیل کردن بالای یک مسکین بیچاره که هم پدرش مرد، هم باید 300 نفر شکم پرست نان بده، بدعت است که مردم از دین اسلام متنفر می سازن. تو
تعزیت میگی و یا میخوای که شکمپوری بکنی. اگر تعزیت میکنی تو برو از خانه خود غذا بر مرده دار. از این خاطر روز دو روز سه احتیاط کردن لازم است. در اسلام شب جمعگی کدام جای ما ندیدیم که عبادت خاصی داشته باشن، و یا هم این که مثلا رو سالگره و ایگپ ها این کلش رواج هاییست که شکم پرستا به خاطر پر کردن شکم های خود و تحمیل شکم خود بالای مسکین های دیگه این بدعت ها را اختراع کردن و دین مقدس اسلام از این بدی ها پاک است. بدعت سمنک، در هیچ جای سمنک در دین مقدس اسلام وجود ندارد. هیچ صحابی و هیچ زن صحابی و هیچ مرد صحابی و هیچگاه پیغمبر خدا و در خانه پیغمبر سمنک پخته نشدند. فرهنگ سمنک فرهنگ است که در کشورهای آذربایجان و افغانستان و ایران و این منطقه ها رواج دارد. این داخل کردن در دین اسلام و نسبت دادن به بعضی کسها و زنهای بدعتکاری که تا صبح با زدن دایره و رقص و ساتیری سمنک در جوش و ما کپچه زدیم مارها و خدا کپچه میکنن و صبح نماز فرزنه میخوانن، این بدعت به دین اسلام نسبت میتن که دین اسلام از این کارهای بدی که تا صبح خونه کردن و تا صبح به گناه مصروف بودن و او را باز به اسلام نسبت دادن، دین اسلام اونمت براعت دارن، مثل که گرگ از خون یوسف براعت داشت. حتی گرگ بیچاره را در اونجا متهم ساخته بودن به خون حضرت یوسف علیه السلام. بدعت شعله شیرین، شعله شیرین و شعله ترخ در اسلام کدام اصل ندارند. از این خاطر کسانی که واقعا در روز عاشورا و یا در روز مولود پیغمبر صلی الله علیه و سلم پیروان حقیقی حضرت رسول خدا هستند، خدا به سنت رسول خدا آراسته بسازند. سنت عملی، سنت نظری، سنت تقریری پیغمبر را برای خود تطبیق بکنند. از این خاطر چند نفر که شعله پخته میکنند و اون شعله را باز با از یک پیسدار به پیسدار دیگه انتقال میتن، هیچ اجر و ثواب حاصل نمیکنند که این نسبت به دین بتن. شعله پخته کن، نوش جانت بخو و بر ما هم روان کن، اما نامش به دین ارتباط نده که این ثواب داره. اگر شعله پخته میکنی و بر فقرا میکشی، این تنها مشخص به کدام روز خاص نیست. اگر حسینی هستی، من هم حسینی هستم، بین مثل امام حسین شهامت داشته باشیم، بین مثل امام حسین در مقابل باطل قد علم بکنیم، بین چهره خود مثل چهره امام حسین بسازیم، بین پیروی از امام حسین بکنیم، واقعا حسینی باشیم در ظاهر و در باطن. بدعت شمع در دادن بالای قبرها. شمع در دادن یکی از مناسک مسیحی هاست که متاسفانه در بعضی از جایهای اسلامی هم انتقال شدن. هندوها و مسیحی ها غالبا در مقابل اکابر و جبابره خود پیش عکس های مرده های خود شمع در میتن. هر کسی به نوبت خود شمع در میتن که شما ایرا در سریال های هندی همیشه میبینین. در دین مقدس اسلام این شم و شم در دادن نیست. فکر کنین ما بمرم و شما بین در سر مرده ما چل شم و بالای سر کلیم در بتین، خب بر ما دوزخ شور کردین. خدا انصافتان بتن. از این خاطر این کارها را انجام دادن عادتهاییست که من فکر میکنم از ادیان دیگه در دین مقدس اسلام انتقال کردن. ما تا بال حدیث از پیغمبر نیافتیم که پیش قبر پیغمبر یا کدام صحابی مبارک، کدام صحابی، کدام شمع را در داده باشه.
بدعت ترک دنیا به نام اسلام. پیغمبر خدا میگه که لا رهبانیت فی الاسلام، در اسلام رهبانیت نیست. اگر ترک دنیا میکنی جهاد بکو، جهاد فی سبیل الله رهبانیت امت رسول الله صلی الله علیه و سلم. اما ترک دنیا کردن و بوغه کردن و چلم کشیدن و نسوار انداختن و به اینام روی خدا یک هفته نششتن، این در اسلام نیست. در اسلام 5 بار روی مبارک تا باید بشویی. در اسلام باید روزهای جمعه حتما غسل سنت بکنی و هفته 2 مرتبه 3 مرتبه غسل کردن و پاک ششتن. یک کسی گنده بوی میته، بوی گوسفند از جانش میره، مویای جانش مثل پشم گوسفند گشته و مویایش پلته پلته شده و میگه ما ترک دنیا کردیم. برش گفتم تو ترک دین کردی، چون دین نظافت است و بی نظافتی در دین اسلام نیست. از این خاطر یک تعداد از انسانهای چتلخور و مردارخور خود نسبت به دین اسلام میتن و میگه ما ترک دنیا کردیم. در اسلام ترک دنیا نیست. هر کسی ترک دنیا کرد در حقیقت ترک دین کرده. زیرا 3 نفر جوانی که قصهش بر شما معلوم است و پیش خانه پیغمبر آمدن، یکیش گفت من همیشه نماز میخوانم تا به صبح، و دیگهش گفت که من تمام روز روزه میگیرم هیچ روز افطار نمیکنم، و دیگهش گفت که من ازدواج نمیکنم. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم عرصه شد خواست و گفت من از شما که از خدا زیادتر میترسم، ازدواج هم کردیم، شب خواب هم میکنم و نماز هم میخوانم و روزه هم میگیرم، روزه های فرضی و روزه های نفلی را و روزه های دیگر افطار هم میکنم. از این خاطر گفت پیغمبر گفت من رغب عن سنتی فلیس منی، کسی که از سنت ما دوری بکنه رغب فی سنتی، او یکی رغب خودش به واسطه حرف جر مانایش تهدید و تعیین میشه. رغب تو فیه خوشم آمد و رغب تو عنه بدم آمد. از این خاطر من رغب عن سنتی، کسی که دوری و بدی از سنت ما میکنه فلیس منی، از امت من است. بدعت بردن عروس داماد به زیارت ها. این بردن عروس داماد به زیارت ها هیچگاه نص در دین مقدس اسلام نیست به ایساب، و هیچ حدیث و هیچ روایت نامده که پیغمبر خدا یا کدام صحابی مبارک خانم خدا بعد از نکاح برده باشند به زیارت. این عادت هایست مسیحی هاست که به خاطر نکاح کردن در کلیسا میره. ما مسلمان ها نکاح خدا یا در مسجد و یا در خانه خود میکنیم. از این خاطر داماتی که نصف ایمان داشت و در شب که نکاح میکنه نصف ایمان مسلمان تکمیل میشه، اما دامات های بی غیرتی که عروس خدا در مجلس با نامحرم ها او را عکاسی میکنن، فیلم برداری میکنن و او را به نامحرم ها نشان میتن، با پیراهن های چسب و آستین هایی که از گاج ساخته شده و یخن های افت طویل خوب که تمام جسمشان معلوم شوه، چهره عروس خدا سرش ایتالوی و پیرانش فرانسوی و پربی دل هندوستانی جور میکنه. از این خاطر این مردم ها بهره از دین ندارن. 50% ایمان دیگه خدا در شب عروسی 12 بجه شب در پیشانوش تاپه دیاست زده میشه، دوز گفته میشه که تو دادی روز خواه زن نداشتی، امروز داشتی، بعد مردم تقدیمش کردی. از این خاطر اداماتی که تاب صبح در معصیت خدا سپری کرده و این عروسی که تاب صبح در مقابل نامحرما تصویر آیش گرفته شده، اردوی از این مجرم به پیش شاهد شمشیره میرن و شاهد شمشیره میگه که دستم تهیس ور نگردنه که اردوی تانه باد شمشیر خود از بین میبردم. قسم سوم فتوا دادن جاهلان و انتقال حکم شرعی به حکم قومی. متاسفانه شما میفهمین که فتوا به نیابت از خدا گپ زدن است. فتوا دادن به نیابت از خدا گپ زدن است. بسیاری علما حق ندارن که فتوا بدن. من خودم تا به حال صلاحیت فتوا را ندارم، اینو براتون اعلان میکنم. اگر کدام گپ را میگو
مردم از عالم شنیدیم و در کتاب خواندیم. صلاحیت فتوا صلاحیت کسی است که به درجه اجتهاد رسیده باشد. چرا؟ کسی که فتوا میده در یک مسئله در حقیقت به نیابت و به نمایندگی از خدا گپ میزنه. از این خاطر از فتوا دادن بترسین. و در افغانستان ما دکترای دروغی و فتوا دهنده های دروغی دو چیز زیاد داریم. به این دو گپ هر کسی را که بگوی دلم درد میکنه برای دل ویرانه نصیحت میکنه، و هر کسی را ببینی که برش مسئله دینی را بگویی فورا از دل خود چیزی میگه. نشه که حلال را حرام بسازی و حرام را حلال بسازی، و کسی که حلال حرام میگه و حرام حلال میگه کافر میشه. از این خاطر از فتوا حتی صحابه کرام اجتناب میکردن و زود نمیگفتن، جواب نمیدادن. امروز بسیاری کسا هستن که فتوا میتن و به ضد دین مقدس اسلام فتوا میتن. بعضی از کسا کمپیوتر حکم فتوا میتن که حرام است، خودش از کمپیوتر بیخبر است و او وسیله را میگه که حلال است یا حرام. بعضی ها تلویزیون میگن که تلویزیون حلال است یا حرام. تلویزیون خودش من هست یک گلاس است، در بین گلاس اگر شراب خوردی کار حرام را کردی، اگر آب نوشیدی پس ظرف نمیشه که حلال یا حرام شوه. حل و حرمت از او به اساس مظروف میشه، چی کار در او میشه. از این خاطر مطلقا یک چیز را حرام یا حلال دانستن در وسایل این مشکل برای انسان ایجاد میکنن. از این خاطر کسانی که در این قسمت ها فتوا میتن اشتباه میکنن. مثلا یک کس میگه اینترنت حرام است، ولی اون سایت اینترنتی کلش قرآن عظیم الشان سیف شده، چطور میگه حرام است؟ و یا میگه که شنیدن تایپ حرام است، در بین تایپ کاست تلاوت خاری صدایی سمشنویم حرام شد. پس تو که از تایپ منفی استفاده میکنی، حرام ساختی برای خود. بگو که استفاده منفی از وسایل سبب میشه که انسان منحرف شود، نه که هر چیز باید چی کنیم، هر چیز برای خود حلال حرام و حرام حلال بسازیم. رهیابی و خود مفتی ساختن سبب بسیاری از جنایت هاست. بسیاری کسا برای گناه خود چی میسازن؟ برای گناه خود خود مفتی میسازن. لعنت الله علی الراشی والمرتشی، حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که لعنت خدا بر رشوت گیرنده و رشوت خورنده. و لعن ترد از رحمت خداست، از رحمت خدا رشوت خور رشوت دهنده محروم است. امروز به نام ای که ضرورت عصر است، بسیاری از کسا بر خود میگه که ما هدیه گرفتیم، ما تحفه گرفتیم، نام رشوت پیدا و پناه میمانه، ما پیدا و پناه کردیم. از این خاطر اینی مردم ها در شانشان امی است که افت اؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض. بعضی از آیات قرآن ایمان دارن و بعضی دیگهش کافر شدن. قسم چهارم باش که مکمک خدا راست کنم که بیخی پایم شخ شد. قسم چهارم اختراع سیستم یا طریقه جدید برای عبادت است. وقتی که عبادت ها تعیین شده، برای هر عبادت سیستم از او عبادت نیست تعیین شده. صلوا کما رأیتمونی اصلی. پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه که وقتی تو خواندی که و اقیم الصلاه نماز بخوانین، از این خاطر پیغمبر بر اصحاب کرام میگفت که نماز بخواین مثل که مرم ببینین. از این خاطر اصحاب کرام پیغمبر صلی الله علیه و سلم تعقیب میکردن که چه قسم رکوع میکنن، چه قسم سجده میکنن، چه قسم دعا میکنن، چه قسم عبادت میکنن. از این خاطر بعضی کسا هستن که در عبادت ها بعضی سیستم های جدیدی را تعیین کردن. بعضی ها مبالغه میکنن در بعضی از عبادت ها، مثلا در سیستم روزه گرفتن اینا افراط میکنن، در سیستم نماز خواندن افراط میکنن. چی مانا؟ یعنی خود از پیغمبر کرده هم زیاد جلوه میتن، مثل امو سه نفر صحابی جوانی که دخاری پیغمبر صلی الله علیه وسلم آمده بودن. پیغمبر صلی الله علیه وسلم برشان گفت که این قسم عبادت افراطی در دین نیست، و هر کسی که مخالفت سنت مرا میکنه
از امت من است، فمن رغب عن سنتی فلیس منی. حدیث 4675 بخاری شریف است، در کتاب النکاح میتونید پیدا بکنید. بدعت دیگه بدعت در چی؟ در ولیمه. ولیمه نان است که داماد بدل خود در عروسی خود تهیه میکنه و بر مردم او را میده. بعضی ها عروس خیلی بزور تحمیل میکنن سر داماد و برش میگه که 200 نفر باید بر ما در هتل بگیری. این در ولیمه شامل نیست. عروس خیل حق ندارن که بر بالای داماد نفرای خود تحمیل بکنن. حتی یک وقت من بیاد دارم که در وقت هجرت علما در پاکستان جمع شدن و کارت که از طرف دختر خیل برشان می آمد، از طرف دختر خیل نان خوردن می گفتن این حرام و نارواست. چرا؟ می گفتن این غصب میکنه. اگر 40 سیر برنج میتی توی برات میتم، اگر نمیتی توی برات نمیتم، غصب شد. اما ولیمه چی است؟ ولیمه سنت پیغمبر صلی الله علیه و سلم است که یک داماد در وقتی که نکاح میکنه اگر توان داشت بدل خود گوسفند میکشه، دو گوسفند میکشه، شتر حلال میکنه، هر چیز پخته میکنه مطابق توان خود و هر کسی که دلش خواست. اما شکل تحمیلی از طرف عروس خیل در ولیمه داخل نمیشه. و اگر کسی میگه داخل میشه و برش فتوا داره بگویه که باز ما هم یاد بگیریم. تعزیت مردگان که به خواندن نماز جنازه و سپردن متوفا به خاک میشه، این سیستم جدیدی را اختراع کردن که به عوض از اینکه بر مرده تو میخوای نفع برسانی، چه قسم نفع رسانده میتونی؟ یک، در جنازهش برو و جنازهش بخون. دو، در وادی که دفن میشه برو اشتراک بکن. در این صورت هم به خود فایده کردی هم بر متوفا. اما بعد از ختم دفن خانی از او رفتن، این تعزیت نیست، این ظلم است، این تجاوز است، این جنایت است که به نام اسلام بیچاره کسش فوت کرد. این وضعی که غم سر مرده خود گریه بکنه، مجبور است برای قرض بکنه و بیای بر مردم نان تیار بکنه. آیا اسلامی را میپذیره؟ کدام اسلامی را میپذیره؟ اسلامی که ما دیدیم حقیقی خو این را نمیگه. اسلام میگه تعزیت. چی مانا تعزیت؟ او را غم شریکی بکن، برو تو برش نان پختکو بیار. فاتحه خوانی من از یک فرهنگ فعلا رواج شده، اما در اسلام روز دو و روز سه فاتحه گیری در اسلام نیست. ما کدام حدیث را ندیدیم. اگر کس دیده بر ما راهنمایی بکنه. از این خاطر چیزی را که من ندیدیم صراحتا میگم، من نمیفهمم، ندیدیم، از این خاطر میگم بدعت است. بنان روز دوم و روز سوم مرده را فاتحه گیری را به نام اسلام ختم کردن زیادت کردن است در حکم اسلام و در اسلام نیست. از این خاطر هر بدعت کلی یک سنت از بین میبرد. از این خاطر امروز وقتی کس را میگه بریم به جنازه، میگه بان باز فاتحه‌اش میرم. از این خاطر جنازه متوفا خوانده نمیشه. اون بدعت فاتحه گیری سنت اشتراک در جنازه و جنازه خوانی را از بین برد. سوم، تغییر در سیستم عبادت ها به خاطر رضایت مردم. بسیاری کسا هستند بعضی از عبادت ها را به خاطر که مردم راضی بسازه در عبادت تغییر میارن. خیرات که حق فقرا و مسکینا هست پر کار جور کرده و برای پیسدارا به نام خیرات روان میکنه. این سیستم نو جور کردن به خاطر که دیگران را راضی ساختن. امروز ببینین یک استاد بر ما میگه، میگه من پدر من از کنر است، میگه من پدر من بردم در کنر و در کنر میگه کسایی هستن که جهاد کردن به خاطر اعلای کلمت الله، کسایی هستن که به خاطر دین خدا خدا شهید ساختن، شهید دادن. امروز که میگم حکم خدا را تطبیق کنم، میگه من برش میگم که من 80000 روپیه دارم، میخوام 80000 روپیه صدقه جاریه شوه، ایره بگیرم در یک مسجد برم چا بکنم. مسجد ما چا نداره، مسجد ما جای وضو نداره، مسجد ما جای غسلخانه نداره، مسجد ما مسجد زمستانی نداره، مسجد ما فرش نداره، مسجد ما لاودسپیکر نداره، میخوام که بر مسجد این چیزها را بگیرم. یتیم خانه ما، مکتب ما چوکی نداره، میخوام برای اون مکتب یکان چیز بگیرم. مردم میگه مرا نمیموندن،
عوضی ای نان دادن بر خان صاحبا. برشان گفتیم این نانه که خانه میخوری خود ثواب نداره، و اگر فقیرها رو بدیم که صدقه مقطعی شد، یک روز صدقه شد خلاص شد. ما میخوایم صدقه جاریه باشه که اگر در مسجد یک چا جور بکنم تا روزی که مردم از اون چا استفاده میکنن، در یک قریه یک نلکش بکنم تا وقتی که در قریه مردم از آب استفاده میکنن، این ثوابش به پدرم برسن. کل میگردش سفیدا از حاجی صاحب و از فلانی صاحب و از فلانی صاحب با القاب و با نامهای مختلف، کلش میگه مخالفت کردم، نمونم که میرم مسجد در خانه خدا مصرف کنم. و گفتن نیره برو صاحب نان پخته کن و ایره روز دو روز سی کن تا که اونا بخورن. خلاص میگه چی میکردیم دیگه؟ در کشوری که دین نمیتونه در مقابل فرهنگ قرار بگیره، در مقابل رواج بگیره، میتونه که هم رواج منفی رو بگیری و هم دینه، مشکل است، مشکل ایجاد میکنم. اختصار عبادت ها در یک عبادت ای بدعت دیگه است. در اسلام گفته که الایمان، و پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگه عن ابی هریره رضی الله عنه قال قال رسول الله صلی الله علیه و سلم الایمان بدان و سبعون شعبتا، ایمان 70 شاخه داره. تو وقتی در پوانتون میری باید 70 مضمون بخونی. تو میگی نه والا ما اینم یک مضمون گرفتیم، اومدم یک مضمون 100 آفرین میگیرم، تو خواست کامیاب نمیشی. بسیاری کسا در اسلام یک عبادت وقتی که گرفتن عبادتهای دیگر فراموش میکنن. برادر در روز قیامت 70 دروازه در مقابل توست که باید از این 70 دروازه تیر شوی. بعضی کسا میگه که والا تمام روز که اگر من ذکر کردم، درست است ذکر، ذکر بهترین عبادت است. الا بذکر الله تطمئن القلوب، با ذکر خدا قلب ها اطمینان حاصل میکنن. پس تو باید 100 مرتبه میتونی، 200 مرتبه میتونی، 1000 مرتبه بگو لا اله الا الله، اما فراموش نکن که تنها ذکر کافی نیست. ایمان 70 شاخه داره، باید در هر مضمونش 50 نمره خب بگیری که کامیاب شوی، یا در یک مضمون 0 بگیری و دیگهش تو صاحب 100 با آفرین نمیتونی شهادت نامه برات بده. والا خدا پاندون بابی که از برات داده بتونه در روز آخرت هم تا که از این دروازه استاد نشی یک نفر است در آروسی خود 3 لک روپیه مصرف میکنن. برای مردم در آروسی خود عوض برنج گوشت توزیع میکنه. و در اون طرف دیگه در اقاربش کسی است که نان شب و صبح خدا نداره، تو 3 لک روپیه را به خاطر نفست مصرف کردی. و برای اون فقیر و خدا باز میگه و فی اموالهم حق کل سائل و المحروم، مسلمان حقیقی کسی است که در مال خود بر سوال کننده و بر محرومین کسایی که مسکین و محتاج هستن حق قائل شوند. فیصدی بتن ماهانه این قدر از عایدات ما بر فقرا و مسکین ها، کلش به خاطر نفس خود مصرف کردی. این باز دین مقدس اسلام نیست. اختصار عبادت ها در یک عبادت، بعض عبادت ها را گرفته باز اونمو آیت قرآن در شان از او صدق میکنه که افت تؤمنون به بعد الكتاب و تکفرون به بعد، به نیم کتاب ایمان داری، به نیم دیگه ایمان نداری. نماز 40 نماز نفل میخوانی، وقتی که باز برات گفته شوه که تو کت اینی میاخیل صاحب، وقتی که خیرستی شهادت دروغ بزد ازی نته تکفرونه به بعد، باز میگی میفهمی که شهادت دروغ گناه کبیره هست، باز اونجا به خاطر نفس خود این حکم خدا را قبول نمی کنی و باز نام خدا مؤمن میمانی. اونمو یهودا بیکار کردن که عفو گفت به خداوند، برشان گفت که عفو تؤمنون به بعد الكتاب و تکفرونه به بعد، جایی که خواهمد باز اونجا بسیار خوب خوب، چون حج یکمک ساتیری داره، حج یکمک نام داره، حج یکمک بسیار لکس است، حج یکمک توفه و یگپا داره، باز دو زوب میتوی. اما وقتی که ببینه که یک فقیر از گشنگی میمره، واجی که زکات خدا نمیده حج از رو خدا قبول میکنه، واجی که مثلا در شفاخانه بره در شفاخانه طفله مسکین روز ده طفل مسلمان از بیخونی و از بیدوایی میمره و این حج نفلی حرکت میکنه، این از دین با خبر است. مثلا 15 حج نفلی کردیم و 20 حج نفلی کردیم، هر طفل که مرده دستش بیخن و دوست در روز قیامت حج در پشت خانه، حج فرضی کردی ولی حج نفلی چی ضرورت داری؟ بتی پیسیش برو تو در شفخانه یک شب تیر کن، یک شفخانه اطفال برو سل کن. با خدا من یک بابایی که دیدم از خاطر 50 روپیه میره پیش خارجی پایش ماچ بگیره،
50 فیس من اگیره و تو میری حج نفله میکنی، این میگه لبیک، خدا میگه لعنت. آدم باید دین مطابق خواسته های خود نسازن. دین چیزی که دین است قبول کن. سمعنا و اطعنا. بنابراین بعضی کسا بعضی عبادت ها را در یک عبادت درون مشغول است که با خدا من نمی کار کردم، با خدا من رسیدم. در کجا رسیدی؟ در کجا رسیدی؟ به جماعت نمیرم، والا من به خاطر به جماعت نمیرم که ملا صاحب خدا نان حلال خورده یا حرام. تو دیگه قاضی شدی بر ملا صاحبم، بر مولوی صاحبم، بر ازیام، بر ازیام، تو قاضی صاحب. تو از نفس خود گپ بده. شیطان بر جاهل، شیطان جاهل روی میکنه. شیطان بر عالم، شیطان عالم روی میکنه تا گمراهش کنه. ولی یه عالم چطور است یا شنا؟ تو تواضع کن. خدا کنه یک طفل 14 سالم پیش از مکه به عبادت تر است. نماز تا بخون. ناصب جماعت نمیرم به خاطر ازی که ملازم من شما حلال میخورم، من شما حرام میخورم. اصلا خب مفتم خلاص. شیطان شیطان ساختید. و ما صاحب خودم عبادت میکنم بخلاص. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم تا روزی که وفات میکرد در شانه های مردم، سر شانه دو صحابی، دو خدام ایمان، بایش کشال کشال به عبادت خدا میرسه. خیلی پیغمبر خدا میرسید دیگه. گفت من رسیدم به آسمان هفتم هستم، برو شما نماز بخونین. پیغمبر خدا نرسید. میره به جماعت و ما تو ترک جماعت میکنیم که والا من صاحب رسیدم. به کجا رسیدی؟ پیش شیطان رسیدی. پنجمیش، تغییر مفهوم عبادت بر رواج ها و انعنات. بسیاری کس هست نامش عبادت میمانه، رواج گرفته به نام عبادت. مثلا مهر در اسلام یک چیز مشروع هست، مهر که باید ما مهر بدیم. ولی مشکل به چی است؟ این مردم عوضی که مهر بدن، مهر چیست؟ مهر پول است که داماد برای عروس در وقت نکاح تعیین میکنه. والمهر علی ما تراضی، یا برای رضایت جانبین میشینن در مجلس برش میگن من برای خانم خود اینقدر مهر میدم، چقش عاجل میدم، چقش عاجل، معجل و مؤجل، و یه حق اونم دختر است. اینال مردم مهر نامشه، مفهوم مهر میگیرن، لکن تویانه را آوردن در جای مهر. برادر، تویانه که دختر فروش ها میگیرن اید اسلام نیست. روزی که میره باز خطه که نشته میکنه، اگه سه لگ رپه میتی ویلکم، اگه سه لگ رپه برای من میتی برو پناهید به خدا. این مهر شرعی همیست؟ خیانت است که کسی رو مهر بگویه. این مهر نیست، این دختر فروشی است. دختر فروشی را تویانه در اسلام مهر هست و حق دختر است. تویانه در وجود نداره و پول تویانه حرام است. چرا حرام است؟ به خاطر از این که پیغمبر صلی الله علیه و آله حدیث شریف میگه که ثلاثتون انا خصمهم، سه کس است که من در روز قیامت دشمنشان هستم. یکی کسی که انسان آزاد را بفروشه، پس این دختر از این آزاد است، بیره میفروشه در مقابل سه لگ رپیه. اما اگر مهر است، مهر در وقت نکاح یا تعیین میشه، و اگر تعیین نشد علمای فقه میگن که مهر مثل باز واجب میشه. و این حق اونم دختر است که برش داده میشه. اینال بدعت تویانه. و باز بسیاری کسا میگه استاد آن مهر در اسلام نیست. گفتم با مهر است، تویانه نیست. تویانه دیگه چیز است و مهر دیگه چیز است. باید بشناسم اسلام خودم. دوم، بدعت نکای نیمه. به این نیمه کوتاه کنیم. در شیرینی خوری ها یک تعداد انسان های استفاده جو، حرام خور، میخواین که حرام بر خود حلال جلوه بدن. برادر، در اسلام خواستگاری است. بعد از خواستگاری چیز که میره بر اون جانب مقابل میگه که من صحیح میخواییم این بچه که من غلامت بسازم. اینمی دختره که مهربان تانو بر بچه ما بتین، درست؟ حق دختر است که پدرش بره برش بگه که دختر جان بیا اینجا، این جوان است، جوان دختر ببینه، دختر بچه رو ببینه. نه او تو شبکه، نه ما سبارو سبرت نشان نمیتیم تا که نکاح نشه.
و نه اینکه دستک دختر خدا دست شاده که ببرش باغ بالا. رواج حالا فعلا دو قسم است، اما دین برعکس از دوی عزیز. دین میگه که عروس داماد ببینه، داماد عروس ببینه، در صورت که با هم موافقه کردن اینمی دختر پرسان میشه و پسرم پرسان میشه. وقتی که اونا رضایت کردن، اگر یک پدر میخواد مطابق سنت پیغمبر صاحب زندگی کنه، مطابق سنت و رواج خود میکنه دلش. اینجاست که آل نکای نیمه چی شده؟ رواج شده. دوادی شنی خوری در اسلام شنی خوری نیست بیاد. چله آلش کردن عادت اون دواست. شما در سریال ها سعی کنین اون دوایی کار میکنن. مرد مسلمان چله تلا برش حرام است. پوشیدن تلا بر مرد مسلمان نارواست. ابریشم و تلا بر مردا حرام است. خب این آل شنی خوری در اسلام نیست. آل شنی خوری رو خصب جور کردن، چله آلشی هم کردن. آلی مردکه چه قسم را برای خود جور بکنه که 15 روز در اول ما و 15 روز هم در آخر ما خانه خسر بره؟ این برای خود نکای نیمه را جور کردن. صاحب ایجاب قبول کنین. ایجاب قبول چی؟ خیروان کنین دو نفر شاهد که برای پرسان بکنه، به نکایش بسته میکنه، خلاص باز داروسی که نکاه نکنین دیگه، اون خارمش شد. نه صاحب تو نکنین، باز نکای پوره میشن. خی چی؟ نکای نیمه بکو. کتکی گه بزنم، کت خسر پدر دختر گه بزنم، گفتیم پدر دختر رو برای بچه نکاه کنم. برادر این نیز در اسلام، از برای خدا نیز در اسلام. اونا علما شیشتن، اونا مولوی صاحبا شیشتن، اونا کست ما برای مولوی صاحبا میره. از برای خدا برای مردم بفهمانین. بازی نمی مرد بخاطر به نام چغل بازی و چی میگن؟ چغل بازی میگن؟ به نام قنقال بازی و چغال بازی باز میره خانه از او دختر و در نکای سری شریش نیست، خلوتش به همراه از او حرام است، هر لحظه که کت از او میشیند دست میته حرام است. اینی حرامه به نام نکای نیمه بر خود حلال ساختن، این ناروای مطلق است. در هیچ اسلام این نکاهی که در شنی خوری باشه، هیچ صحابی، هیچ دوست پیغمبر یا هیچ کسی این کار نکرده. اسباب انتشار بدعت ها را انشاءالله تعالی به درس بعدی میمانیم. سبحانک اللهم و بحمدک، اشهد ان لا اله الا الله و استغفرک و اتوب الیک.